از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام دمی پوشم، هم ساری عوض سارم، هم آتش زردوشم، هم سالی عوض داریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. یک تاریف از لارم، یک تاریف از دوسیم، هم داریسی خاموسیم، هم داریسی ناموسیم، هم شریف دنسیم، شاری بای خالم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از خون سیاوشم، هم خون سیاوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، از جام سفیدانم، هر جام نمی پوشم، هم سالی عوض دارم، هم آتش در دوشم، هم سال عوض داریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتنم، هم سال عوض داریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتنم کشتیم، ما آتش زردوشتیم، ما کشتنم کشتیم. دیروز سالم سال دربرم پویاند بر این دراهی دوست آوان سال بر ما نظر کن باره این زنگان راهی دوست آوان سال دستم بگیر و تایم کن براهی دوست آوان سال یا لابه کن یا مدربه یا همراهی نگو سلام بگو برو نگو شعر بگو سرود نگو شد بگو سپاس ولی مقصد هم نخواه اینجا ایران یه گربه یه حد هزار ساله کس نو علی شدن نماد ایثار حدل علی جدیه و سربریدن و چیره دار سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده تکسیب و توربین به تاریخ حد هزار ساله ما می نویسم از غروبم از سقوط حد هزار سال شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. ما جمله خریم در خریت گم، ما جمله ستمپذیر رو در ستم گم، ما جمله غلام تازی، ما جمله دشمن پرست به بازی. در کل جهان اگر بگردی میلیونی خاموش، میلیونی چون موش، به جز در وطن ما تو نبینی. زنان رو ببینید، شیج مردان آریایی رو در میدان ببین، برخیز برخیز برادر، خواهرها برخواستن، تو برادر برخیز. چاوسی، هیتلر، حماس، داعش، بنی هاشم، سید قریشی رو
از میهن بیرون بیرون ریز. بارها گفتم، دیگر بار تأکید میکنم، 30-40 سال پیش در کتاب دینداری و خردگرایی که امروزه در کتاب من با خدا رقصیدم اومده، ما نوشتیم عزیزان من، وقتی میگیم سید تازی بنی هاشم هیتلر های ما اشغالگران ما، منظورمون هر کسی که سیدشو میشناسیش نیست. سیدها بنی هاشم در ایران اغرایی دو جورن، دو نوعن، گفتم از 40 سال پیش. یک مشت همه اونهایی هستن که الان در حکومتن، همه اینهایی که در حکومت و در قدرت هستن، گرگانهای اصلی قدرت رو گرفتن، از بالا که خامنه ای هست و رئیسی هست و سیدهای دیگه هستن، شما بگید تا بیا پایین. بعد بعضی وقتا هم یارو سیده، ولی سیده به کار این، برای استاد دانشگاه هست، محققه، پژوهشگره، ایران شناسه، ایران گرایی درس میده، ولی ریشه تازیه اونجا هست که تو رو گول بزنه، ترتیب تو بده. اینها یعنی قدرت رو فقط سقوه که نگه نمیدارن، اطلاعات دارن، امنیت دارن، گروه های تحقیق و استراتژیک و نفوذی دارن، استادای دانشگاه دارن، خبرنگار دارن، روزنامه دارن، و تازه دشمن که همه‌شون نمیاد با چهره باز خودش رو بتونشون بده. برای همینه که جاسوسی داری، ضد جاسوسی داری، باید بری بتونی پیدا کنی که کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه. سر به زنگاه اینا رو میارن بیرون، سادات تازی که مال اینا هستن، نه تشکیل دادن یک گروه، هن 100 بار گفتم برید مطالعه کنید، از هنگامی که اینا ایلامیان رو نابود کرد، بعد از اون هی گروه ساختن، گروه ساختن، آخرینش اسلام بود که ساختن، اسلام رو ساختن، و ریشه ساختن اسلام با بنی هاشم که با بنی امیه درگیر کردن اینا رو، دوتا پسر عمو، نابودی ایران بود. خب حالا یک گروه دیگه سید هستند، مثلا این سیدا اصل ایرانی دارن، ریشه ایرانی دارن، حتی بعضی هاشون از شاهزادگان و پادشاهان، خاندانهای پادشاهان ایرانی و سلسله های حکومتی ایران بودن، اما اینا سیادت رو خریدن. یعنی وقتی تازی حمله کرده، میزنه گردن، میکشه، زن و بچه رو میگیره، بهش تجاوز میکنه، بعد بر اساس تجاوزش بچه عرب میاد به دنیا، همین که میگه نژادی همین در آوید پدید، نه ترک نه تازی، این که فردوسی میگه نمیگه. وقتی حمله کردن مردا رو میکشتن، زنا رو بهشون تجاوز میکردن که بچه هاشون بشن عرب سید، و اونها هم میدونی از پدر میگیرن نه از مادر، چون مادر اینا ایرانی بودن. همین کار اینا با یهودیان کردن وقتی اسلام شکل گرفت. وقتی اسلام به وجود اومد، اون یکی دوتا جنگ های اول پیامبر اسلام با قریش و پسر عموش اینا بود، تا با اونا کنار اومد، تموم شد و فلان شد، و حدود بیش از 50 تا تهاجم داره، غزوه داره، یعنی حمله به قبایل یهودی، اکثر اینا قبایل یهودی بودن. در کتاب فهم اگران اسلام پولیتیک به زمان فرانسی که پارسی شم اصاله، و اکثر ما اینا شرح دادیم، نوشتیم که یهودی ها رو میکشت، حالا بنی قریظه رو شما شنیدین، خیلی مشهوره، یهودی ها رو، مرداشون رو میکشت، زناشون رو بهشون تجاوز میکردن و پولا اینا رو میگرفتن. متوجه میشین؟ این کینه از همونجاست، این جنگ و درگیری. خب حالا این بنی هاشم با سیدایی که سیادت رو خریدن، اتازیا رئیس شهر بود، معتمد محل بود، آریایی بود، پارسی بود، خرید اینو که یک خمس نده، اهل ذمه نشه، مالیات اضافی نخواد بده برای که ازش حمایت کنه، نکشنش، و و و و امتیازاتی هم گرفت، خمس میگرفت، تو جامعه برتری داشت، خیلی میخرید. مثل که الان بعضی وقتا شنیدین دکترهای قلابی رو میخرن، شنیدین دیگه، خیلی زیاد بود، سادات و قلابی رو هم خریدن، کاری نداشت میخرید. پس الان تو بچه هایی که از پارسال تا حالا قبلش کار ندارم کشته شدن برای ایران،
مثل محمد حسینی، مثل موسوی، مثل خیلی بچه‌های دیگه، اینا سید، اینا هم سید بودن، ولی اینها سیدهای آریایی هستند، سیدهای ایرانی هستند. حالا شما توی ایران دقت کنید، اگر سید آریایی ایرانی هستی باید سیابازی امامه ممامه سید به اسم خودت بسته نوید ورداری، باید آریایی بشید و از آریایی سخن بگید. با آریایی هم دنیا مخالف نیست جز اعراب و بنی هاشم باش مخالفن. اسرائیل اصلا آریایی هم اسرائیلی ها، یادتون داره از این بعد گفتم در آیین اوستا نوشتم از سالیان پیش که اسرائیلی ها یهودی های جهان اصلشون ایرانیه، ریشهشون آریاییه. چقدر نام آریا آریایی دارن ولی به دروغ میخوان بگن آ چون هیتلر گفت آریا فلان اینا اینا، نه اینا هیچ به هم ربطی نداره، آنها بهتر از هر کسی میدونن. ولی وقتی که اینها در نظام جمهوری اسلامی 44 ساله هر روز میگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر سهیونیست، مرگ بر امپری، مرگ رو طلب میکنی، این مرگ تو با زبان گفتی، الان میاد ترتیب همه تون بده با خاک یکسان میشه. شما ببینید، فقط همین رو گوش کنید، ببینید این وزیر اسرائیلی چی میگه. یعنی حتی تو که شادی کردی، تو خواهان مرگ منی، من تو رو زودتر میکشم. این رگل قانونه که تونستن هزاران سال بمونن. اینو گوش کن. مخلکه از سوکریوت، מחלקי הסוכריות, את אלה שתומכים, את אלה ששרים, גם אותם צריך לחסן. אין רגל תאריך. حالا بعضی وقتا تعارف و خنده و اینا هست، ولی تو ترتیبت بدن تا بتونی که قدرت پیدا بکنن، نفوذ پیدا بکنن، شناسایی بشید. چون اینا الان ایران هم همین خطر رو داره، یعنی اسرائیل بعد از اینکه غزه رو صاف بکنه، تصرف بکنه، بعدش نوبت لبنان میرسه و بعد از لبنان دیگه خود ایرانه. یعنی از همون ابتدا هم شما ببینید وقتی ایران رو محاصره کردن این آخوندا رو، وقتی نظام ولایت فقیه رو دیگه، الان قدرت‌های نظامیش رو بایستی از بین ببرن. بازوهای نظامیش کنار میخ اسرائیل بود، حماسه، از بین میبرتش، با خاک یکسان میشه. غزه کلا در تصرف اسرائیل در میاد، وزیر کنترل اسرائیل و دیگه همه چیزشون کنترل میشه. بعد از اون لبنان، الان هم داره به سوی لبنان میره اسرائیل، یعنی بعد از این لبنان رو با خاک یکسان میکنه اونها و این حزب الله که الان مقتدر اونجا نابودش میکنه و بعد نوبت خود آخوندا میرسه. یعنی اسلام رو این من به شما بگم، الان دیگه با تکنولوژی مده، این هم درسته که شنیدید میگن آقا میخوان 8 میلیارد آدم رو کره زمین اینا رو میکنن 1,800,000,000,000 فلان و اینا. بله بله، تا حالا بارها اتفاق افتاده. کی میاد دشمن خودش رو امون بده که خودش آماده بکنه برای نابودی؟ آقا 44 ساله دارین شما شعار میدید، دشمن اصلیتون اعراب بودن، اعراب به ایران حمله کردن، اعراب تمام اپوزیسیون ها رو تقویت مالی کردن و تمام تشکیلات خارج از اول تا الان اعراب با پول اعراب بود. در این حال که مجسمه صدام پای می اومد از میدون سرباز و گمنام به نام سربازش، آقا محسن رو من دیدم و حد زدم که ایشون ایرانی باشن، اما به خاطر برای مسئله امنیتی و مسئله دیگه من رفتم جلو بایشون صحبت نکنم. همین الان معرفی شدیم به هم دیگه از طریق یکی از همکاراشون. من میخواستم از ایشون سوال کنم، وقتی که مجسمه صدام رو پایین کشیدن ایشون چه احساسی داشت؟ آیا احساسی داشت که صدام در جنگ قبلی که با ایران بود هیچ احساسی از این که ایرانی هستن و مجسمه صدام رو دارن پایین میکشن دارن یا خیر؟ من اصلا عراق رو من دوست ندارم، برای اینکه پدر من مرده بود وقتی ایران و عراق جنگ میکردن. بله بله، توی جنگ عراق و ایران پدر من مرد و برای پدرم رو این کار رو دارم میکنم. در واقع شما فرزند شهید هستین تو ایران؟ من شهیدم، من میر محسن طاهری شهیدم. و شما خودتون به شهید بودی؟ خوله بود بخوری. خب شیرینی هم پخش کردی، خرم شدی؟ خرم بارها بهتون گفتم، خر شدن یعنی سواری مفت دادن، این زر نزدن که آقا به خر تو این کرد. خب حالا این هری که دارید، ما در ایران اوستاگرایان و زرتشتیان نوین همیشه داشتیم در طول تاریخ، از ابو علی سینا و خیام و اینا. چون بگیر ای آن که گزیده ای تو آیین زرتشت، اسلام فکنده ای تمام مسپس و برشت، رو گوشه نشین عمر که این نظام پرید نابود خواهد شد. آخریش خودم اضافه میکنم بعضی وقتا اینها کاری که من میکنم
و هر از چندی، ولی اشکال نداره ما با خیام رفیقیم، روایی از خیام. خب الان برمیگردیم به همین زرتشتیان، اون در طول تاریخ بودن بزرگها و اندیشمندان ما، مثل زکریای رازی، حافظ، خیام، فردوسی، سرودکین زرتشتی بودن، ولی مصلحت اندیش بودن. میرفتن بعضی وقتا فرقه درست میکردن، صفوی، تصوف، عرفان، علی اللهی. وقتی رو میگه من علی اللهیم، یعنی میگه اوه الله چه انسانه، منظورش علی نیست، انسان. مثل که تو تاجیکستان اینا یارو به اسم بچه میزه امام علی میگه تو امام، امام علی، امام صادق اسم میذارن. اینو مسخره کردن اینا بوده دار رندانه باوشانه حاضر هست. خب حالا اخیراً در رابطه با استاد گلپایگانی هم این مسئله که نذاشتن در آرامستان، همون گورستان ظهیرالدوله دفن بشه، به خاطر که این گورستان، گورستان زرتشتی هست، زرتشتی پنهان. ما همونطور که میگن اون پنهان، این پنهان داریم، زرتشتی پنهان هم داشتیم و داریم تا همین الان. پنهان اگه بر بگه زرتشتی هم که تو جامعه نفیه، همون موقع هم همینجور بود، گفتن این زرتشتی مثل یهودیه، مثل باهائیه. خب زرتشتی پنهان ما زیاد داشتیم. صفی علی شاه یکی از رهبران تصوف هست که این صفی علی شاه شاگردی داره به نام صفا علی ظهیر السلطنه، باباش تو دربار ناصرالدین شاه، اینم خودش وزیر دربار میشه، ولی تصوف داره. تصوف، اکثر تصوف و عرفان و این فرقه هایی که اومده خانقاه ساخته و فلان، اینا همه زرتشتی هن. ولی زرتشتیگری رو علنی نمی کنن، نام های دیگه برگذاشتن که بتونن بمونن. ظهیرالدوله خودش یک زرتشتیه و بعد خونه ای که داره پس از مرگش میشه آرامگاهش، و بعد تمام هنرمندان درجه یکی با که یا یهودیان یا زرتشتی ای تو دفن شدن، برای اینکه گلپا میگفت من میخوام اینجا دفن بشم. بعد تمام اسمایی که اونجا هست، آزرمیدخت، پوراندخت، زنا، اسم زنا همه اسمای آریایی است. حتی پروین اعتصامی اسم آریایی داره وقتی اونجا دفن میشه. بعد بزرگان موسیقی مثل سبا خالقی و و و ایرج همونجا دفنن. گلپا برای اینکه میگم خواهم اونجا برم که میخواد با پیکرش نشون بده که مسلمان نیست. برای اینو ما میگیم، مد کردیم از مدت ها، میگیم نوین زرتشتی، چون آیین دین هم نیست، آیین همون که نیاکان ما داشتن تا بیاد. آی بلد جونم بله، دل بره پل مخملی، آی بلد جونم بله، دل مبرد پهلله، قافله مرزنگله، دل مبرد پهلله، قافله مرزنگله، شاه مرد تیفدا، آی بلد جونم بله، سر دیار و سر برا، آی بلد جونم بله، قدر جونم میخمه مرا تا دیدمت. خب حالا این وقتی که مرزبندی میشه بین ایرانی و غیر ایرانی، بنی هاشم و آریا ایرانی، پس روشن شد که ما منظورمون کلیتی کسانی که با نام سید و اینا تو ایران زندگی میکنن نیست، سیدهایی که در حکومت هستن. شما تا اینا رو خلع نکنید، بیرون نکنید از میهن آریایی، کاری که با حماس داره میکنه، دشمن نکه، حالا دشمن کنار گوشش بود حمله کرد، این کاری کرد، تو دشمن بردی تو رخت خواب. اکثر اینها وقتی که از 1400 سال پیش به زنها و دخترهای ایرانی تجاوز کردن، 300 تا 400 تا امام حسن و امام حسین دخترهای ایرانی به عنوان کنیز تو خانه و حرم سرای خودشون داشتن، بعد به خاطر همینه که ما از سالها پیش عقد آریایی رو مد کردیم. عقد آریایی که مد کردیم، من به شما گفتم از همون قدیم که وقتی میگه انکه تو کی و زوج تو کی، یعنی من با شما مثل شتر خوابیدم، من با شما مثل فلان جفت شدم، حالا به وکالت خودم تو رو میفروشنم به این آقا علامه بقل معلوم. این مهریه که میگن پول بوده که میدادن به قاضی شهر تازی، اون قاضی سیدی که حاکم شرع و حاکم حکومتی تازیان در
شهرهای ایران بوده یه پول بهش میدادن، چون همه دختران ایرانی توی خونه اون تو حرمسرای اون بودن، یکی از اینا رو بیر میداده با این مبلغ. انکه توکی یعنی انکه توکی، نکهه یعنی شطور، سوار شطور شد. میگفت من مثل شطور با این خوابیدم و جفت شدم، ولی حالا میدمش به تو با این مبلغ. بدبختی تو ببین تو تا کجای نمیدونی، ولی که 40 سال گفتیم عقد آریایی ملا تو ایران مد شده، همه دارن انجام میدن، نمیدونی ریشش یعنی چی. فلان جان چی عقد آریایی یعنی؟ همه من برای همه هم فرما رو مجانی میفرستیم، مجانی. الان هم میلیون ها نفر تو ایران و خارج از این بهره میبرن که بچه بهره برای این یک نمونه بود. حالا وسطش گفتم عزیزم ببخش، من یه خبری الان بهم دادن آقای حسین زادگان، گفتم البته خبر ناراحت کننده است برای جامعه موسیقی ما، برای جامعه هنر ما، که متاسفانه ما استاد آوازمون رو، استاد گلپار و استاد آتیپیش از دست دادیم. به احترام روی ایشون یک دقیقه سکوت میکنیم، بعد ایشالله کار بعدی رو تقدیمتون کنیم. متاسفانه ما در این سالها خیلی از اساتید بزرگمون رو از دست دادیم که واقعا چهره های درخشانی هستن برای جامعه موسیقیمون، به خصوص موسیقی فاخرمون، موسیقی اصیلمون. متاسفانه یکی یکی دارن از بین ما میرن و چه حیف، چه حیف. امیدوارم که روحتون شاد باشه و قرین رحمت الهی. خب به افتخار خودتون. حالا در همین رابطه مواردی هم پیش اومد، مثلا در رابطه با گلپا یه ترازو بود، یه ترازو. اول از همه شما گوش کنید به سخنان بسیار زیبایی که دکتر گیتا گلایوری، دختر فریدون گلایوری، برادرزاده گلیجان عزیزم، همسر استاد گلپا، ببینید چه نطقی میکنه. و دو تا چپ و راستش مأمور جمهوری اسلامی وایستادن، این دوتا هی مداخله میکنن، هی نگاهی رو نگاه میکنه چی نوشته، چی داره میخونه، هی اشاره میکنه، سیخ میدنه بهش اینا. بعد وسط برنامه که ما نشون میدیم وسط برنامه داره خانم میخونه، یه بلنگو رو قطع میکنن که بدن به اون گلریز. گلریز برادر استاد نیست، این برادر ناتنیش بوده، همونی که ای مجاهد شهید مطهر، این برای خمینی خون. این بابا برادر گلپا نیست، گلپا یه بار تو زندگیش اسمی رو نیورده. این مأمور جمهوری اسلامی است مثل بقیه، با جمهوری اسلامی کار کرده و میکنه و خواننده دربار ولایت فقیه بوده. این رو اونجا میکروفون از پایین به زور بهش میدن، همین مامورا، که بیاد مثلا علی ملی بخونه. خب علی ملی خوندن من به شما بگم همه خوندن، همه خوندن. خانم لیلا فورر نخون، شاهرخ عزیزم نخون. اعتبار موسیقی ایران، اعتبار موسیقی ایران، خانم همیرا نخوند، ولی دیگه نمیخونن که. مال قدیم بود، قدیم زمان محمد رضا شاه کسی با دین مشکلی نداشت، نه با اسلام نه با هیچ دین دیگه کسی مشکل ندارد. بعدن این مشکل پیش اومد، بعدن فهمیدن چیه، بعدن رأی عوض کردن. حالا این گلریز اومده اون روز اونجا حزب الله بازی را انداخته مثل این افرادی که دور تا داشتن. بعد وسط صحبت‌های گیتا که چقدر زیبا و اندیشمندان است، یه میکروفون قطع میکنن، 10 دقیقه میکروفون قطعه. شما دقت میکنید که اون تیکری که تکرار میکنه اکثر ما نشون میدیم اون جاست که 10 دقیقه قطع میکنم. دست بزنی به احترام شما ایستادن، به احترامشون دست بزنی. ساقیا شب نشینی رویم، روهای ساکه، روهای خواهشن ساکه. بیا ساقیا شب نشینی رویم، به میخانه های زمینی رویم. از آن می که جنبیزیش رود خاک، ز مستی شود آن زمین چاک چاک. از آن می که شایسته آب نیست، از آن می که لایق به هر خواب نیست. از آن می که عارف سبکبار گشت، علی‌الحق زد و بر سر دار گشت.
از آن می که دادی به صبح الست، از آن می که سازد مرا مست مست، از آن می که هوهو زنانم کند، که نام تو برده زبانم کند. تاریخ قرباریست که فقط دانه های درشت را نگه می دارد. قرها باید بگذرد که مادر گیتی چون این ابرمردی را به بشریت هدیه دهد. به دست اطاعت اجابت کردی. نمی توان از هنرمندان سخن گفت که هرچه بگوییم حد زده ایم بر تمجیدشان. سخن از آزاد مردی چون گلپاست، او که سالها از عشق خواند و از عشق گفت. آندم که در سگام با نوای خوش اوج گرفت و سراپرده دل را در مخالف و مقلوب حجره نشین حریم شوق کرد. و یا از پس پرده عشاق سری به شور می کشید و گلرخان عالم عشق را دیوانه. بله، هنرمندی چونان گلپا، میراث‌داری جاویدان. در حقیقت مقامی عاشقانه را در موسیقی ایجاد و گوشه‌ای نوین را احیا نمود. وطن، 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 ریشه من، عشق من، اندیشه من، گور من، گهواره من، قلب پاره پاره من. ماند و زهره را به رقص و وش در آورد، در کنار مردمش ماند، در شادی ها و غم ها با آنان شریک شد و این راز مانایی اسطوره آواز ایران است. اما قداری متعهد مصمم که یک لحظه از پای ننشست، از فشار ایام نهراسید، برای ساختن آمد. بله، اما نیک میدانست که بهای ساختن و ماندن سوختن است. سوختن گلپا، گلپا بود. آزاد مردی که نان به نرخ روز نخورد. تازیانه فکر و هوشیاری بود، محبت و مهربانی. صدایش فقط مرور خاطرات نبود، درد زمانه را فریاد کردن، وصل و هجران را بیان کردن. آری، صدایش صدای خدا بود، فریاد روزگاران. پیش ما سوختگان از شب مهمانه در عمیق‌ترین و لطیف‌ترین لحظات صدای او بود که در وجود میلیون‌ها ایرانی عاشق عشق را جوانه می‌زد. آن دم که دو دلداده در گوش هم زمزمه می‌کردند، من تو را آسان آریم. او هیچ نخواست جز سرفرازی و شادکامی مردمش. مردی که عاشقانش بیش از 70 سال است که او را در قلب و جانشان به عنوان اسطوره آواز جای دادند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. مردم کوچه و بازار از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. مردم کوچه و بازار سالهاست
که زیر لب ترانه هایش را زمزمه می کنند و گلپا را خواننده حنجر طلایی خود می دانند و خنیاگران عشق رسالتی دوباره را آغازگر. بله بله، ساحت هنر و موسیقی زنان و مردان راسخ می طلبند. تو گویی آواز پر جبری در گوش زمان دوباره شنیده شد، اشراقی دوباره در جان آدمی. و اینک و اینک در این لحظات جاودانه، آفرین به شما مردم، فرهنگ دوستان، فرهنگ پروران، فرهیختگان، اساتید، خانواده استاد اکبر گلپایگانی، سپاسدار سالها قدرشناسی و محبت بیکران مردم این سرزمین نسبت به خواننده گلها و دلهایشان هستند. از همراهی و مهربانی تمامی مردم ایران سپاسگزاری می نمایند و برای حفظ این میراث عظیم در کنار همه شما عزیزان عهدی دوباره می بندند که یک گام نه صد گام جلوتر رفتن، به قول ابو سعید ابوالخیر، آری امروز روز دریا دل شدن و به دریا زدن است، روز تولدی دوباره، به قول مولانای عشق که فرمود بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، یا آنجا که فرمود آنان که بر براق حقیقت سفر کنند بی امر و بی قبار بر آن مهد نظر کنند. امروز روز عصر رسیدن به بارگاه خورشید است عطاوش و هم صدا شدن با گلهای عزیز سوی مسجدم بخواند، سه چه شیخ پاک دامن سوی مسجدم بخواند، گفت شیخ و سجدگاهی سر ما و خاک کوبی، رخ شیخ و سجدگاهی سر ما و خاک کوبی. بیانیه تمام، اما بگذار صادقانه بگویم از طرف خانواده و آشنایان که این راه پرخطر را، این راه پرفراز و نشیب را همرهی باید، گلرخی باید، بانوی فرزانه از جنس فرهیختگی، ساقی خود خیامی، ساغر میخانه. با همه اینها شما دیدید بزرگانی اومدن از سر تا سر جان، هم تو بزرگی ها، تو که هیچ کس نمیشست بزرگی چون آمدید. بگذاریم که خیلی روی چرخ اومدن، مریض بودن، بعضی از بیمارستان مرخصی گرفتن برای گلپا اومدن بدرود بگن، و رضا رویگری عزیزم، رضا رویگری که فیلمش نشون دادیم، خرم دینان و مسافر ری رو بازی کرده، نقش خرم دینان تازی ها رو اونجا ترتیبشون ببینیم، فیلمو پخش کردیم. رضا رویگری بایی که دیگه نمیتونه راه بره، این عزیز من و بیمار هست، هم توی مزگت شهرک غرب اومد و هم سر خاک اومد، زیر بغلش گرفتن میارنش میدن، اینجوری از گل پاست بود. اون وقت بعد با این شرایط که دنیا به هم ریخت، همه همدردی خودشونو اعلام کردن، این پسر همایون، همایون شجریان، همایون چون خودت گفتی دیگه، اگه یادتون باشه بچه اون روزای اول و سالهای قدیم کلومه که برنامه ما رو دنبال میکنن، وقتی که همایون داماد شده بود با باباش، من اعلام کردم که
ما اون موقع ما مشهدی ها رسم ما اینه، یعنی شوخی میکنیم بعضی وقتا میگیم یک مادر دختر پیدا کنیم بگیریم، بعد بیاریم میگیم مادرشو بدم به تو دخترشو خودم میگیرم. با حفظ احترام ها سرکار خانومه دیگه اسمشم نمیگم، این احترام برای شما هست چون هر دوتاتون طلاق گرفتیم، هر دوتاتون از شجریان ها طلاق گرفتیم. چون طلاق گرفتیم میگه حالا البته جدا شدن بعضی وقت به خاطر مسائل مالی طلاق یا حالا برحال. آقای شجریان استادمون مرحوم شجریان، ایشون وقتی از این بانوی نازنینش که مادر همین همایونه که از جوانی به پاش بود و دوتاشون معلم بودن و این زن چه فداکاری کرد، بچه های خوبی رو پرورش داد، مثل مژگان عزیزم، مژگان خیلی من دوستش دارم، صدای خیلی خوبی داره و همین هماین و اینا بچه اون خانم اولی شجریان هستن. شجریان بعدن که ایشون استاد وقتی که محکمه بحثشون دیگه اومد بالا از حالت چپی و تودهی و کمونیستی و نون پنیر خوردن اومدن بیرون، توی پاریس یه خانم دیگه گرفتن، بعدی خانمشون یه دختر داشت. من به هر دوتاشون هم درود دارم، ارادت دارم دیگه، چون خود همایون اخیراً تو مصاحبه اومد گفت که من با پدرم خودش میگه اونجا، یعنی با جناق نبود که خواهر خانمش رو گرفته باشه، دختر خانم شجریان گرفته بودن، یعنی ایشون هم دختر ایشون بودن. به هر حال حالا اینا مواردی نیست مسائل خانوادگی، ولی میخوام بگم استاد گلپا وقتی که شجریان از جهان رفت یک پیام دلنشین و همدردی اعلام کرد، نوشت، منتشر شد، با اینکه کدورت‌هایی داشت از اول انقلاب که میگفتن این خواننده دربار شاهیه باید اعدامش کنیم و فلان اینا، ولی گلپا خودش نشون داد. بعد الان برای خود همایون بد شد چون هو وزارا نفر رفتن تفلیل در بشن. الان این مسئله فرق کرد. دوره هم که هستی اسم ایرانتون رو درست چیگه و رفو بده تلاقی کنید. توی کشورتی دارید زندگی میکنید از خوبی های کشور تو پنجدن. این کشورها خود تمدن کنه تشکیلاتی رو به 300 سال میره. شما انسان های هستید که ریشتون به 8000 سال پیش برمیگرد. شما چهار هزار تا پیش تمدن شد، یعنی کتاب تمدن فقط که خواهش کرده تون دارم بعد جیرون برای ایران اکرام خواهش میشه مادر همه ما ایران و با افتخار تو شو بیاریم وقتی میتون میگم اهل تو بیاریشی با اول دوری بگید ایرانی هم هیچ وقت در تو پایی نمید واسه افتخار کنسی رو هم بودم ما زیارت کنم برادر عزیز و خواهر عزیز آرزو سلامتی کنم من تو رو بگرد کنم تو رو بگرد کنم تو رو بگرد کنم تو رو بگرد کنم از اینها که بگذاریم یک نکته مهم دیگه که در همین راستاست باز مطرح شده، قهرمان ایرانی هادی چوپان است. هادی چوپان عزیزم این قهرمان المپیک سال گذشته و قهرمان امروز و قهرمان هر روز، این امسال همه گفتن، حتی داورها گفتن، حتی کسایی که در مسابقه شرکت کرده بودن، حتی کسایی که خودشون ورزشکار هم گفته بودن که حقش ضایع شد که شد نایب، یعنی دوم شد، این حقش رو خوردن، ضایع کردن، فقط و فقط به خاطر نظام جمهوری اسلامی و فقط و فقط به خاطر اینکه هادی چوپان مثل اکبر گلپایگانی، استاد گلپای عزیزم، ایران رو و زندگی در ایران رو ترجیح داد به اینکه در خارج بود. گلپا اگه خارج میموند با اینکه خونه داشت و اینا اینقدر کنسرت اینقدر فلان الان در از نظر مالی از هر نظر بگیم اینا، ولی گلپا برای پول زندگی نمیکرد، برای اینکه گفت من اگرم ممنوع هستم تو ایران زندگی میکنم، با شما زندگی کرد، با شما مرد. هادی چوپان هم همینطوره، هر وقت میاد خارج هادی چوپان اینقدر بهش پیشنهادات میشه که بری اون کشور، بره با این کشور، بره اون کارو بکنه، میگه من ایرانیم و ایرانی بودن خودش افتخار میکنه
فرزندانش رو داره ایرانی بار میاره در خود ایران، چون ماها حتی همتون ما که نمیتونیم بریم، ما خواستیم بریم نگذاشتن، پروانه نداد. الان شما همه باید برید ایران، چون ایران به زودی آزاد میشه، ایران به زودی آزاد میشه، نظام پلید به زودی نابود و سرنگون میشه. شما برید ایران تا میتونید برید، فرت پاسپورتاتون رو بگیرید برید ایران. هادی چوپانم عزیزم، تو قهرمان جهان و قهرمان دلهای تاریخ 1700 ساله ایرانی. اصلا یه با نفهمم ناراحت بشی فلان بشی، اینا دنیا میدونه من مسئله نیست. به خاطر درگیری که دنیا خصوصا رو جنگ حماس و اینها با جمهوری اسلامی داره، امسال حق هادی چوپان من زایر. اخیرا هم شنیدید که نظام پلید جمهوری اسلامی برگشت به کاری که 40 سال پیش کرده بود. آقا 40 سال پیش هم که اینا 44 سال پیش انقلاب سیاه پیروز شد، اینا تقویم که در می آوردن توی تقویم به هیچ عنوان جشنهای ایرانی، اعیاد آریایی رو نمی نوشتن به هیچ عنوان. وقتی 1357 تازی انقلابشون پیروز شد تا چند سال، از وقتی که ما شروع کردیم در فرانسه پاریس تقویم 7000 ساله آریایی میترایی رو منتشر کردیم و هر روزی رو به نام یکی نامگذاری کردیم، اندک اندک اینها مجبور شدن با جوی که در جهان آفریده شده بود که بعضی چیزها رو بذارن. البته من میخوام اینجا یک بار دیگه از استاد ایرج ملکپور که ایشون استاد دانشگاهش و فیزیک ایران بودن و تقویما با امضای ایشون منتشر میشد سپاسگزاری میکنم، چون موقع وقتی که آقای اقبال رئیس انتشارات اقبال در تهران زنده بودن، ایشون میومدن پیش من پاریس یک روز و فامیلشون آقای ایرج ملکپور با ایشون فامیل، یه روز من گفتن که استاد میخواد با تو صحبت کنه و اینا، ما تلفنی با هم صحبت کردیم، ایشون فرمودن اون موقع گفتن من تقویم 7000 ساله رو وارد کامپیوتر دانشگاه کردم، دانشگاه تهران، و خلاص این وارد شده، منتظر روسی هستیم آزادی ایران که این کلید بخوره تقویم رسمی ما بشه. مرد بزرگ ها، حالا هیچ اشکالی هم نداره، نترسید از هیچ، امروز نترسید از هیچ، از این شجاعت زنان ایرانی آریایی یاد بگیرید. منم برخی اسرار رو میگم که شخصیت های مثل ایرج ملکپور شما بدونید اینا چقدر بزرگوار بودن هستن، مثل فریدون جنیدی، گلپا اگه هست، هادی چوپان، در ایران موندن در اون کار میکنن. خیلی نیروهای ایرانی آریایی در ارتش و نیروهای مقتدر دیگه هستند که از شما حمایت میکنن، اصلا نترسید. استاد ایرج ملکپور پس از مدتی ایشون رو بازنشسته کردن شوربختانه و تقویم خودشون در میارن و باز شروع کردن که یلدا رو بردارن و برداشتن اسم دیگه بذارن، چهارشنبه سوری بردارن و با این کار اینا برنامه‌شون اینه که کم کم اون سالها که اول بود ما با اینا می جنگیدیم با تقویم آریایی میترایی رو در آوردن، حتی نوروز رو نوشته بودن جشن طبیعت، سیزده بدر رو اصلا اسمی ازش نبود توی تقویم. بعدن خود مردم سنت چکنی کردن این کار کردن. حالا من به همه ایرانی های توصیه رو میکنم، تقویم ما مثل عقد آریایی آزاد رایگان برای همه هست. این تقویم رو از آریا 7000.net و یا ایران 7000.com شما یکی از این تقویم ها مال یه سالی برید بردارید، روزای ما چرا تقویم امسال در نیامده، روزای نیکا و حسینی و رهنورد و مهسا و اینا رو هم اضافه کنید، روزهای شهادتشون رو یاد روز بذارید و همه تون منتشر کنید، اجازه دارین همه منتشر کنید. همه اونهایی که در سال تقویم چاپ میکنن رایگان میدن به عنوان از تقویم 7761 استفاده کنید، من به همه تون این پروانه رو میدم، ولی به هیچ عنوان تاریخ های تازی مرده های اینا رو نذارید تو، به هیچ عنوان مرده پرده اینا رو نذارید تو، یادتونم نره هیچ کس هم با شما کاری نداره، جرأت نمیکنن، مثل از شجاعت زنان بیاموزید که روسری چی رو برداشتن. حالا من یه چیزی هم بگم که از اسرار ازل را اونت تدا میگن، اما من به شما بگم آقا کتاب آیات شیطانی مگه تا همین الان بدبخت کورش نکردن سلمان رشدی رو؟ درسته؟ کتاب سلمان رشدی در دو جلد وقتی که چاپ شد چند صد هزار و در خارج فروش شد، این در کتابخانه چاپخانه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران چاپ شد. اینا دین ندارن،
اینا هم که بالا مولاشن دین ندارن، اینا چرت و پرت میگن. بعد بعضیاشون خیلی هستن آریایی ایرانیان، با اینا با تازیه مخالفن. 8 سال رفتن جنگیدن، خون دادن، مرگ دادن، با جان بازن مرن به جایی که پولاشون رو صدام بگیرن بدن. اینا میرن تظاهرات میکنن برای پول و حقوقشون، میکشنشون، زندانیشون میکنن جان بازان ما رو. تو ایران خیلی با شما میترسن. این پنهان رو عیان کنید که ما فقط مجبور نشیم ظهیر دوله بگیم اونجا زرتشتی پنهان دفنن. زرتشتی پنهان به آوستاگرایان پنهان در ایران بسیارن. شما بیان رو صحنه الان نترسین از هیچی، نترسین بچه ها. و همین رو تقویم 7762 میشه برای سال آینده که از 20 مارس شروع میشه اول فروردین، رو تو ایران چاپ کنید در سطح گسترده. آیات شیطانی رو خودشون چاپ کردن، تمام کتاب های منو که ممنوع است در ایران چاپ کردن و به فروش میرسه. من سپاسگزارم، من سپاسگزاری میکنم، من ناراحت نیستم که اونایی که آیات شیطانی سلمان رشدی هم چاپ کردن، من سپاسگزارم. الان کتاب من با خدا رقصیدم 550 صفحه است. خیلی میگن آقای اوستا اینا ما چجوری تایی کن، اگه نمیتونن رو اینترنت پرینت بگیرن تو ایران برید بیارو و بگید خط زیر میز میفروشن، چاپ کردن میفروشن. از زمان رفسنجانی کتابای من در ایران مخفی چاپ میشد و میفروختن که روزنامه رسالت وقتی میخواست آقای یوسفی اشکیوری رو و یکی دیگه رو آقا جلیل رو محکوم به اعدام کرد، به خاطر بود که از این کتابای من نام برده بود، دینداری و خردگرایی. بعد نوازش کرد. از قدیم کتاب تو ایران هست، باید بری بگردی پیدا کنی، شجاعت داشته باشی به کتاب فروشی که میبینی کتابای درست حسابی میفروشن بری بگی آقا من با خدا رقصیدم و داری؟ میگه آره بهت میده. بعد کتاب من با خدا رقصیدم اینو به شما بگم جدا از اینکه 10 جلد از کتابای کوتاه من درش هست، یه دایره المعارف از لغات پارسی است در برابر لغات تازی. یعنی من در این کتاب سعی کردم یک فرهنگ لغت پارسی به شما بدم. همه واژه‌های تازی رو توی کتاب ما ترجمه کردیم به پارسی و تازی هم تو پرانتز نوشتیم که شما بفهمید این معنی اونه. یعنی یه دایره المعارف من با خدا رقصیدم، جدا از این که 10 تا کتاب مهم و پرتیراش توش هست، هر کلمه تازی رو ما فارسی چه نوشتیم، پارسی چه نوشتیم و در ایران هم بسیار چاپ کردن، حتی در شهرستان ها به فروش میرسه زیر میزی دزدانه. و همین خاطر تقویم رو هم امسال شما چاپ کنید. حالا اینه که من گفتم، یه چیز دیگه هم میخوام بگم، چون بچه های هستن که از ایران خارج شدن الان، مثل خواهر خانم فرخ لقا فخرآور، ایشون خواهر سیاوش هستن که در امریکا هست و دامادشون مهداد حیدر پور عزیزم، این یک خانواده نمونه است که چون در خارج هستن و بسیار برای آزادی ایران در داخل ایران زندان شکنجه عذاب دیدن، خودشون پدرشون مادرشون اینا، من این یاد میکنم که اینها یکی از پایه های پخش این سالنامه بودن در ایران. ابوالفضل جلیلی کارگردان، این ابوالفضل جلیلی گران است. یه بار من ماموریت بهش داده بودم میره ایران، بعد رفته بود خونه مهداد و محسا چطوره، و اونجا میگه من رفتم تو خونه اینا دیدم فروهر روی کارتون های تقویم و فلان، گفتم چی دلی داری؟ حتی بعدش گرفتنش مرداد تفریق خیلی زندانی کشید، ولی الان خارجه با مهر خداوند بزرگ. خب میخوام بگم یعنی این تقویم 7760 که الان رسیم که من به شما میگم، پیش از این هم در ایران چاپ شده. نترسید چاپ کنید، دزدانه رندانه سرزمین خودتونه. چطور تازی ها بیان همه کار شما نتیم، شما باید کار خودتون بکنید. همین رضا شاه روحت شد، فکر کردید همینجور در اومد رضا شاه روحت شد؟ حدود 10 تا کتاب درباره رضا شاه علناً با عنوان رضا شاه، نه اینکه رضا خان، در ایران چاپ شد. خیلی هاشو در خارج از کشور ما وردیم منتشر کردیم پخش کردیم، همه خونه ها رفت و هزاران هزارش در داخل ایران پخش شد که الان مردم میگن رضا شاه روحت شد. من اتون مستند بسیار خوب رو در مورد رضا شاه ساخته و مستندهای دیگه شما ببینید، فیلم رضا شاه رو. در ایران ما همیشه سلحشوران آریایی، اوستاگرایان پنهان، نوین زرتشتیان هر دورانی، یعنی نسبت به هر دورانی شما نوین زرتشتی هستی. وقتی که قتل عامت میکنن زکریای رازی و ابی سنا و عمر خیام ها رو میایش رو
شما عرفان میآفرینی، تصوف میآفرینی، علی اللهی میآفرینی، دراویش رو میآفرینی، اینا همه اوستاگرایان بودن. مهربان یاران نترسید، تقویم اینا رو تحریم کنید و همه جا بگید ما در سال 7761 آریای میترئی هستیم. حکومت ایلامیان، امپراتوری بزرگ ایلامیان که بهتون نشون دادم امریکایی‌ها، ناسا به درخواست ما و یارانمون سفینه در اختیار گذاشت، ماهواره در اختیار گذاشت، رادار در اختیار گذاشت، فیلم برداری شده، تمدنی داشتید از عربستان سعودی تا برو اردن و اسرائیل تا تاجیکستان، 7000 سال تمدن، جاده ابریشم قدمت داره، نابود شده و خاک یکسانش کردن. تاریخ میتراست، میترا نخستین خردمند آریایی است که در غرب تا 500 سال بعد از مسیحیت میتراگرا بودن، همه به برکت ارمنی های ایرانی که آیین میترا رو به جهان بردن. اینم در کتاب آیین نوستا و من با خدا رقصیدم شرح دادیم، حالا به هر حال میخونید. مهربان یاران عزیزم، حرف بسیاری برای گفتن، بعضی وقتا چون فرصت نیست زیاد ما عکس براتون میذاریم که شما با دیدن این عکس ها و خوندنش گونه های ماه، گونه مردم سلحشور آریایی ایرانی رو که پیر و جوان رفتید پیش گلپا، پیر و جوان نشستید تلویزیون پارس رو میبینید و پیر و جوان اوستایی میاندیشید، نوین زرتشتی هستید و نفرین میکنید به آنچه مرگ و خون و نفرت و کین است. غیرت ها دریت از برادرم مهندس امیر شجر سپاسگزاری میکنم و تا برنامه دیگر دستان گرم شما رو میفشارم. به خوشنودی اهورامزدا و خوشنودی ملت ایران، ملت آریایی و سلحشوری که با بنی هاشم دشمن خونخواه توی میجنگ. جهادی سودانی لفراق از الاندیویدو سن اپت سون خبر بسیار مهمی که میخوام بهتون بدم از سر تا سر دنیا. شما میتونید برای ما برنامه های ویدئویی بفرستید از طریق یوتیوب، youtube.com/mehrtv
youtube.com/خطمایل مهر تیوی. شما از این طریق میتونید مستقیم با تلفن دستیتون فیلم برداری کنید برای ما بفرستید، یا تو کامپیوترتون بذارید برای ما بفرستید، ما ازش استفاده میکنیم. به همه دیگه هم خبر بدید. youtube.com/مهر تیوی میتونه تمامی برنامه های خودتون رو، خبرهای خودتون، هر اتفاقی در ایران میفته توسط فیلم برای ما بفرستید. یارانید مهربان، mehrtv.com هم میتونید برنامه ما رو اونجا روش ببینید. دستان گرم همه شما رو میفشارم و تا برنامه دیگر همه رو به خدای بزرگ.